زمان دیماه 1359 رادار مرزی ایران. سه هواپیمای ناشناس به ما نزدیک میشن. دیدمشون. فوراً به اتاق عملیات رادار پایگاه اطلاع بدین. بسیار خوب. قربان، ایستگاه مرزی اطلاع میده سه فروند هواپیمای دشمن به مرز نزدیک میشن. درسته قربان، سه تا هستن. ارتفاع هدف ها، سرعت و سمت اونا رو چک کنید، تغییری نداشته باشن. سمت 110 درجه، سرعت 450 نات، ارتفاع 7000 پا. فوراً به پایگاه اعلام اسکرامبل کنید. اطاعت. اعلام اسکرامبل. سمت 275 درجه، 21000 پا، 128 مایل. کیوان با 150 درجه 8 گره. شما تاکسی کنید برای 31 راست. شنیدم. قربان، یه مسیر داریم البرز 73 از سمت 120 درجه. آقاب شما بعد از پرواز با اپروچ چنل 5 تماس بگیرید. زمان تقریبی فرود 10 دقیقه دیگه. نه، این پرواز اضطراریه. باید البرز تو هوا نگه داریم تا این بلند بشه. بسیار خوب. البرز 73 رو گردش بدید. از برج به البرز 73. شعیب به خلیل، ما به ارتفاعات مرزی ایران نزدیک میشیم. کیوان، عقاب آماده پرواز. البرز آزاد. عقاب، کیوان، پرواز آزاد. سمت 275 درجه، ارتفاع 10000 پا را رد کردیم. آماده انجام ماموریت. قربان، اسکرامبل پرواز کرد. هدف را رهگیری و در صورت لزوم درگیرشون کنید. قربان، از مرز گذشتن. مسیر حرکت به سمت شوش دانیال. عقاب، ناهید. ناهید، بگوشم. گردش کنید به سمت 260 درجه. ارتفاعتون رو ببرید به 20000 پا. هدف شما در فاصله 95 مایلی 30 درجه به چپ شماست. بله، شنیدم. مثل اینکه تغییر مسیر دادم. بله، تغییر مسیر دادم.
عقاب عقاب ناهید تصحیح کنید. عقاب عقاب هدف ها سمتشون تغییر کرد. به سمت 300 درجه. 10 درجه به سمت چپ در فاصله 45 مایلی شما هست. شنیدم مسیر رو تصحیح میکنم. چرخید به سمت سد دس. میخواد سد رو بزنه. دو هواپیمای ایرانی در تعقیب هواپیماهای ما هستن. اینجا مطمئنی؟ بله قربان، دو تا هستن. میگای ما موشک ندارن، اونا نمیتونن درگیر بشن. ماموریت رو کنسل کنید، زود باشین. از خلیل به شعیب، از خلیل به شعیب، ماموریت افشا شده شعیب. دو جنگنده ایرانی به شما نزدیک میشن. تکرار میکنم، ماموریت کنسل شده، فوراً به پایگاه برگردید. مفهوم شد، برمیگردیم. مواظب باشین هدف رو گم نکنه. اونا دارن برمیگردن. نگران نباشین، تصحیح کردیم، در تعقیبشون هستیم. از خلیل مرکز، از خلیل مرکز، ماموریت کنسل شد. اونا هنوز پشت سر شما. بله مفهوم شد، با سرعت داریم برمیگردیم به پایگاه. به پدافندهای مرزی اطلاع بدیم. هدف 15 درجه به چپ در فاصله 25 مایلی روی اسکاف دارم. هدف تایید میشه، ادامه بدین برای درگیری. شماره دو و سه، دشمن پشت سرمونه، از هم جدا میشیم. به شمارش من، 3-2-1. تقسیم شدم، من میرم سراغ سمت راستی، به من نزدیکتره. از خلیل به شعیب، از خلیل به شعیب. شعیب، یکی از جنگنده های ایرانی به دنبال توه، درست پشت سرته، فاصله بگیر. هدف رو روی اسکوپ دارم. پشت سرته شعیب، پشت سرته، فاصله بگیر. نمیبینمش، نمیبینمش. فاصله بگیر شعیب، فاصله بگیر، فاصله بگیر. پشت سر دشوائی کجاست؟ نمیبینمش. زدمش. دیگه تو اسکوپ ندارمش. زدمش، اما پیمای دشمن منهدم شد. زدش. ای والله به این بچه ها، ای والله حسابشون رسیده. زدش خوربا، زدش. سالن اطلاعات و عملیات نیروی هوایی عراق، بغداد، 21 دی ماه 1359. من به عنوان فرمانده اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی به شما فرماندهان نیروی هوایی، شما فرمانده پدافند و شما فرماندهان عالی رتبه اعلام می کنم وضع موجود برای سرفرماندهی عراق نگران کننده است. برای سرفرماندهی عراق این همه ضربه از سوی هواپیماهای ایرانی غیر قابل تحمله و ایشان ابتدا بنده و بعد شما را مقصر می دونند.
در 29 اکتبر دو فروند توپولوف 22 ما بر فراز آسمان ایران منهدم شد و در درگیری های بعدی تا امروز چندین فروند هواپیمای ما یا در بمباران پایگاه ها از بین رفتن و یا در جنگ های هوایی. آیا به نظر شما این همه ضربه برای سرفرماندهی عراق قابل قبوله؟ قربان، اینا همه بخشی از شکستای ما بود، ولی ما پیروزی‌های بسیاری هم داشتیم. فکر میکنین در یک جلسه حزبی سخنرانی میکنید سرهنگ؟ قربان، ما پدافند موثری هم داریم. من به شما اطمینان میدم که پدافند ما که مجهز به موشکای سام 3 و سام 6ه. تو به عنوان فرمانده پدافند اطمینان میدی؟ من دارم از شکستمون در جنگ هوایی و انهدام نیروی هوایی عراق صحبت میکنم. اگه زودتر به فکر چاره نباشیم، سرفرماندهی عراق یک نفر از ما رو زنده نمیگذاره. میفهمید که چی میگم؟ قربان، از طرف نیروهای ضربت طرح مفصلی خدمتون ارائه شده بود که که اجرای اون به ماها وقت نیاز داره. ما اطلاع داریم دشمن به زودی برای حمله بزرگ خود وارد عمل میشه و نیروی هوایی و هواپیماهای ما باید برای اون موقع و مقابله با دشمن سالم بمونن. قربان، با اجازه شما. همینطور که ملاحظه می‌فرمایید، تمرکز پایگاه‌های ما در کنار مرز ایران ما را ضربه پذیر کرده. در صورتی که هواپیماهای خود را از پایگاه‌های مرزی خارج کرده و به محلی که از تیررس جنگنده‌های دشمن دور باشه منتقل و برای تا چمقی تصور میکنید از تیررس دشمن محفوظ هستن؟ کافی هواپیماها را به بغداد یا یکی از پایگاه‌های جنوبی که 100% حفاظت شده هستن منتقل کنیم. بله، و این بهترین هدف متمرکز برای هر اسکادران دیوانه ایرانی است که خودش رو به آب و آتش زده با یک حمله برق‌آسا همه هواپیماها رو یکجا نابود کنه. باید هواپیماها را آنچنان دور کنیم که عملاً هر گونه حمله ای اونها از سوی دشمن غیر ممکن باشه. دور افتاده ترین و بعید ترین نقطه ممکنی که ایرانیا خواب دسترسی به اون هم نمیبینن، اینجا پایگاه های H3 منطقه الولید هم مرز با اردن نقطه امن هواپیماهای ماست. همه هواپیماها رو به این پایگاه ها منتقل کنید. بیست و نهم دی ماه 1359، پایگاه های H3 منطقه الولید عراق. هواپیماها رو در وضعیت خوب پروازی در اون قسمت سرویس بدید و تعدادی رو هم برای چک کردن آماده کنید. پانزدهم بهمن ماه 1359، تهران، اتاق بریفینگ نیروی هوایی. بسیار خوب، شروع میکنیم. با اجازه از محضر فرماندهی نیرو، طبق اطلاعات واصله دشمن از دو هفته پیش تا کنون به نقل و انتقالات وسیعی مشغول بوده است. عراق اینک متوجه شده که خود را درگیر یک جنگ سخت و طولانی کرده است.
بنابراین باید از همکنون در پی حفاظت از تجهیزات نظامی استراتژیک خود باشد. لذا عراق جهت در امان نگه داشتن هواپیماهای خود آنها را به سه پایگاه موسوم به H3 در منطقه خشک و بیابانی الولید حوالی مرز اردن منتقل نموده. جناب سرهنگ؟ بله قربان. در حال حاضر آبادان از سه محور در محاصره قرار داره و نیروهای ما به زودی برای آزادسازی آبادان و خرمشهر وارد عمل خواهند شد. عراقیان منتظر حمله نیروهای ما هستند. اونا سعی خواهند کرد در زمان حمله ما بیشترین استفاده رو از نیروی هوایی خود ببرند تا حمله ما رو در هم بشکنند. شایدم به همین منظوره که عراق زرادخانه‌اش رو به دورترین نقطه ممکن منتقل کرده تا اون زمان به طور فعال بتونه سرنوشت جنگ رو تعیین بکنه. آقایان، ما باید این سپایگاه و هواپیماهای مستقر در اونها رو از بین ببریم به هر قیمتی که شده. در این عمق از وسط آسمون بالای سر نیروهای دشمن با پدافند مجهز این پایگاه ها، مضافاً به این که مسئله سوختم هست، ما جنگنده همون رو چطوری تو این بعد مسافت سوخت رسانی کنیم؟ ببخشید. خب خب آقایان، به چه نتیجه رسیدیم؟ قربان، مسبوق هستید که چنین عملیاتی در دنیا سابقه نداره. حمله اسرائیل به مصر موفق شد چون پایگاه‌های مصر در نزدیکی تل‌آویو قرار داشتن. عملیات انتبه و موگادیشو هم حمله نظامی با هواپیماهای جنگنده نبودن، بلکه عملیات کماندایی محسوب میشن. ما میخواییم تعدادی جنگنده بمب‌افکن و صحیح و سالم از بالای سر دشمن عبور بدیم، به هدف برسونیم، بمباران کنیم و باز هم صحیح و سالم برگردونیم. قربان، اگه اجازه بفرمایید من همه دفاتر ویژه ایتار رو برای مطالعه روی این کار بسیج میکنم. بله حتما. به هر حال نیروی هوایی قبل از آغاز عملیات آزادسازی آبادان و خرمشهر باید این پایگاه ها رو نابود کنه. 18 بهمن ماه 1359، بخش ویژه دفاتر طرح‌های سری نیروی هوایی. از این نقطه هم که نمیتونن به پایگاه ها برسن. نه، نه، عملی نیست. ما که نمیخواییم یه لشکرکشی هوایی تو آسمون عراق را بندازیم. تمامی این طرح‌ها این سه اصل رو نقض میکنن: سبک بودن نیروهای عمل کننده، برقاسا بودن حمله و متمرکز بودن قدرت در نیروها. نه، باید به دنبال راه‌های دیگه ای باشیم. آقایون بریم، دیر وقته. شما ها برید. بله. شما نمیان قربان؟ نه، شما بفرمید. با اجازه. شب خیر. شب خیر. جناب سرهنگ، خدافظ. خدا نگهدار. گلستانی، یه زنگ خونه ما بزن، بگو من دیر میام. چشم خود. جناب سرهنگ، جناب سرهنگ، سلام، صبح خیر. دیشب اینجا موندین؟ تا دیر وقت کار میکرد. خب، خسته نباشین. خب، نه، جمعشون نکن. باید طرح‌های دیشبی رو دوباره بررسی کنیم. دوباره؟ ولی جناب سرهنگ، ما همه طرح‌ها رو دیشب قبل از رفتن با هم مرور کردیم. خب، یه دفعه دیگه مرور میکنیم.
اطاعت کن. فرض کنیم چند فانتوم را از سمت میانی خاک عراق به سمت هدف ببریم. در این صورت باید یک تانکر غول پیکر همراهشون بکنیم که به علت انبوه پدافند هوایی خصوصاً در اطراف شهر بغداد اجرای این طرح موفق نخواهد بود. در طرح‌های بعدی نیز با احتمال خطر ناشی از اتمام سوخت و درگیری‌های هوایی مواجه هستیم. و این مسئله که تعداد هواپیماهای ما هر چند تا که باشند سالم به منطقه الولید نخواهند رسید هنوز غیر قابل حله. یعنی واقعا هیچ راهی برای حمله به الولید وجود نداره؟ بله، متاسفانه این نتیجه کار دفاتر بی است. اینطور نیست جناب ستایش؟ بله قربان، ما هم به همین بنبست برخورد کردیم. این عملیات در وهله اول به نظر غیر ممکن میاد. مهری، اون پولیکوپی های دانشکده رو میدونی کجا گذاشتم؟ آها، پیداشون کردم. چاییت هم که سرد شد. متشکرم. مهری، اینا رو ول کن. اگه میشه موقع رفتن در رو ببند. به بچه هم بسپر مزاحم من نشن. خیلی کار دارم. خیلی خوب باشه. ببین هوشیار، در جلسه امروز یکی از افسران دفتر ویژه طرح سرهنگ ستایش، بله ستایش، اعلام کرد که این طرح در وهله اول به نظر میرسه که غیر ممکنه. منظورش چی از این وهله اول؟ هشت فروند فانتوم مسلح از پایگاه سوم حرکت کرده روی دریاچه ارومیه، در ارتفاع پست پنهان از رادار دشمن سوختگیری میکنه، سپس از این مسیر در کناری مرز ترکیه از میان کوه ها جلو میرن، طوری که رادار دشمن اونا رو با هواپیماهای ترک اشتباه بگیره. تا این نقطه که دو تانکر دیگه از قبل در انتظارشون هستن. پس از سوختگیری جنگنده ها مستقیم به سوی اچ سه رفته، بمباران کرده و از همون مسیر باز میگردن. موقع ورود به خاک عراق چی؟ درست لحظه ورود دو فروند اف 5 که از تبریز به پرواز در اومدن به سوی کرکوک حمله کرده و توجه دشمن به خود جلب میکنه. و در هنگام بازگشت جنگنده ها نیز عملیات ایزای دیگری در کنار مرز انجام خواهد گرفت. این دو تانکر به چه صورتی به داخل خاک عراق میرسن؟ از مسیر بین المللی هوایی خارج میشن. قربان، من موفقیت این طرح رو تضمین میکنم و شخصا عملیات سوخت رسانی رو در تانکرها نظارت خواهم کرد. بله، منم فکر میکنم این طرح عملیه. قربان، برای اجرای اون دو چیز از شما میخوام. اول اینکه شما در بریفینگ فردا شکست این طرح رو اعلام بفرمایید و از این دسته به بعد به جز ما سه نفر کسی نباید از طرح اطلاعی داشته باشه تا طرح کاملا به صورت سری و محرمانه پیش بره. و دوم؟ اختیار تام به مجریان بدید تا خلبانان زبده‌ای رو که احتیاج دارن برای اجرای طرح منتقل کنن. موافقم. بازگشتند نوشتی؟ الان میام. من جواب میدم. الو. بله بله، بفرمید. بله، خودم هستم. شما؟ سلام جناب سرهنگ، حال شما چطوره؟ خانواده خوبن؟ الحمدلله، به لطفتون خیلی متشکرم. بله، فردا ساعت 7 صبح
حتما قربان. پس غیر ممکن نیست. میدونین راستش من انتظار این جریانو نداشتم. غافلگیرم کردیم. طرح جدید و متفاوتیه، اما غیر ممکن نیست. مسئله اصلی اینه که ما باید هواپیما ها رو بدون کمترین ارتباط با زمین از بالای سر دشمن عبور بدیم تا صدها کیلومتر اون طرف‌تر هدف رو پیدا کنن. پس باید خلبانانی رو انتخاب کنیم که حتی اگه لیدر رو زدن بقیه بتونن چنین مسافت طولانی رو در سکوت کامل رادیویی و ارتفاع پست جهتیابی کنن. بله، ما چنین خلبانانی رو داریم. بذارید با عهده من. چی خبری؟ آخ ببخشین بچه ها خوابیدن؟ بابا اومد. بخوابین دیگه، باز فردا دیر پا میشینا. میخوام به بابا شب بخیر بگم. چطوری توپل خانم گلم؟ از این لپات میدی بابا بخوره؟ امروز دختر خوبی بودی ها؟ میدونی ساعت چنده؟ بیا شب بخیر بابا. شب بخیر عزیز دلم. بذار برات بگم امروز آقای صورتگر چه تعریفایی از خانومش میکرد. خب چی؟ مأموریت شهرستانه؟ نمیدونستم زنم علم غیب میدونه و فکرمو میخونه. 14 ساله ما با هم زندگی میکنیم. تا پاتو تو خونه میذاری میفهمم چی میخوای بگی. به خدا روم نمیشه. الان چند ساله که زندگی رو میچرخونی؟ یکه و تنها؟ ماشالله به این زبون. کاش که همه شوهرها موقع مأموریت رفتن مثل تو زبون میریختن. نه به خدا، من شرمندتم. این چه حرفیه؟ مرد باید بره سر کار و زن باید همه مشکلات رو تنهایی تحمل کنه. من جدی جدی میخوام یه چیز رو صادقانه از من بپذیری. متشکرم. خیلی زود دست به کار شده. فکر میکنم سر موعد مقرر میتونیم شروع کنیم. سلام عرض میکنم قربان. ببخشید که مزاحم شدم. سلام جناب گلستانی. چی شده گلستانی؟ اومدم خداحافظی قربان. مأموریت دارم برم تبریز. تبریز؟ پس برمیگردی پیش اهل و عیال. دست علی به هم داد. خیلی به خانم سلام برسون. قربان اگه تبریز تشریف آوردین حتما سرافرازمون کنین. بی نهایت خوشحال. خیلی ممنون گلستانی. انشالله موفق و سلامت باشی. برای مأموریت ویزایی؟ بله. سوم فروردین ماه 1360، پایگاه ششم شکاری، بوشهر. ممنونم. خواهش. مأموریته؟ آره. کجا؟ نوشه. چهارم فروردین ماه 1360، پایگاه سوم شکاری شهید نوژه، همدان. Thank you.
صد میلی نیروی هواییش گفت داده من نقشه رو نقشه رو گرفت و نگاهی کرد و گفت هی احمق این که قصد خود منه فرمانده نیرو هوایی میگه قربان بنده آمدم برای تیربارون شدن لطفا ترتیبشو بدین باز که شما گردن کلفت افتادین به هم پایگاه گذاشتین رو سرتون آه صاحب شما سلام سلام چطوری؟ خوبی؟ سلام تو دیگه از کجا پیدا از آسمون هفتم سلام سلام رضایی مخلصی مشتاق دیدار قربون تو سلام چطوری عمد خوبی؟ خب بلش کنین آب لنبوش کردین هنوز نیومده سلام علیکم با هم دیگه بیا بریم آشپزخونه محل کارتو بهت نشون بدم چرا آشپزخونه؟ قراره هر شب یه نفر شام درست بکنیم خب راست میگه بچه ها نه تو اینجا چی کاره ای؟ جدی میگی؟ پایگاه بوشهر یادته؟ خب یه فسنجونی درست کرد که می‌خواستی انگشتات هم باش بخوری. تو رو خدا بزن عرق رام خشک بشه اون وقت بگو آشپزخونه. آقا رو باشه. حالا توفه نتنز آوردین انقدر دلی به دلش می‌زنین. سلام کاپیتان صادق. سلام. تو دیگه اینجا چیکار می‌کنی؟ سلام. 100 سال همدیگه رو ندیدیم. تا وقتی تو نیومدی آشپز خوش دستمون مرادی بود. آره راست میگه. کی میره این همه راهو؟ کجاش خوش دسته؟ لابد بازم شکر پلو و با دو پیازه بهتون داده با یک کمی شعر فکر کردین خوشمزه است آره یک کمی شعر فقط شبیه دو سه ساعت مشاوره اجباریه اگه ما شیرازیایی با فرهنگ نبودیم شما بی سواد کجا و شعر و ادبیات کجا بسی رنج بردم در این سال سی ای بی انصاف شعر فردوسی ما رو کمپلت برداشت مثل خودش بی خیال بابا اینا اگه اهل شعر و ادبیات بودن به سیب زمینی نمیگفتن آلو کی گفته؟ فرمانده گردان نگهداری که احضار فرموده بودین سلام عرض میکنم قربان با بنده امری داشتید؟ سلام بفرمین بشنین بفرمین خواهش میکنم متشکرم راستش باهاتون کاری داشتم در خدمتم این امریه بارگیری و آماده سازی تعداد 8 فروند فانتوم مسلح آماده پروازه روی هر کدوم 6 تیر بمب 750 پوندی سوار کنید هواپیماها باید فردا صبح زود آماده پرواز باشند. 8 فانتوم مسلح. البته با رعایت کامل اصول حفاظتی. طوری که خبرش هیچ جا درز نکنه. این همه خلبان زبده رو یه جا جمع کردن. اون وقت تو میگه اتفاقیه. تو که به همه چی مشکوکی کاکو. خب میخوان پروازهای شناسایی و شیفت آلرت پایگاه رو تقویت کنن.
آره جون خودت، به همین سادگی. نه جناب عالی، استعداد ماسمالیزاسیونتون از کی به ارث بردین من نمیدونم، همش مشاعره و بیخیالی تهی میکنی بابایی والا. حالا دیگه پا تو کفش رو دبا میکنی؟ نه جون مراده، میخوام بدونم اگه تو این چند بیت شعر حفظ نبودی میخواستی اسکرامبل. سهند، ما تانکر 747 هستیم. برای چک کردن دستگاه‌های سوختگیری احتیاج به کمک شما داریم. شنیدم. سهند، سمت ما 350 درجه. ارتفاع 24000. سرعت 300 نود. قربان، همه ی دستگاه ها مرتبه. بله خب، ادامه بدیم. سهند مهتاب،
سهند مخاطب هم عملیات سوگیری خیلی خوب انجام شد. متشکریم. تمام. سهند مخاطب. سهند مخاطب. سوگیری خیلی خوب انجام شد. حسین رفت داره خانه. آها حسین، تو چیه شد حسین؟ برای چی میخواد؟ از اصلی تا حالا آروم نداری؟ والا هیچی. آخه لامپ خونمون سوخته. میخوام بزنم بهش که خوب بشه. از اون برنامه امروز صبح تا حالا رفتم تو فکر. دلم یه جوری شور میزنه. شور میزنه؟ آره. شور میزنه؟ برای چی نگرانی؟ نگران نیستم. اما احساس میکنم یه اتفاق مهمی قراره بیفته. اتفاق مهم اینه که امشب نوبت توئه که شام درست کنی. ولی هنوز که هنوز هیچی آماده نشده. پاشو. پاشو جانم. پاشو 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 پاشو. وای. بازم نیمروز سوخته نصیب نشد. اصلا نگران نباشین. امشب میخواستم بیف استروگانوف و کباب بره براتون درست کنم. اما حیف که دیر شد. پس مجبورم همون ساچمه پلوی دلپذیر رو ببندم به نافتون. بابا جون همون ساچمه پلو قبول. خب حالا ببینیم بچه ها برنج روغن کدوم سوراخی قایم کردم. اینجا که نیست. خیر جناب سرگور، شما برگردیم پیش بچه ها، من خودم تقریب شما میدیم. آی صادق کار، شما باید فردا رأس ساعت 4 صبح تو اتاق جنگ پایگاه حاضر بشین. ماشینم به موقع میاد دنبالتون. 4 صبح؟ اما سعی کنید این قضیه بین خودمون دوتا باقی بمونه. لطفاً به هیچ کدوم از بچه‌ها چیزی نگین. چشم قربان. پس فردا رأس ساعت 4 صبح منتظرتون هستم. میگم یه خبریه، هیچ کس باور نمی کنه. سحرگاه 15 فروردین ماه، اتاق جنگ پایگاه سوم شکاری. اینجوری خیلی عالی میشه. سلام. سلام دوست عزیز، چطوری؟ شما همتون که اینجایی؟ به هممون گفتم بیایم، ولی به کسی چیزی نگی. چیزی نگی؟ خلاصه تنها کسی که نیامده خواجه حافظ شیرازیه. دیدی حالا؟ تو که با همه چی مشکوکی کاکو. سبزده فرمان از بابا. جام سرگرد. صبح بخیر جام سرگرد. سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. سلام. صبح بخیر. خوش بکنم. بفرمید. صبح بخیر. خب حالتون خوبه؟ حالتون خوبه؟ متشکرم. من خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما خلبانان عزیز نیروی هوایی توفیق شرکت در عملیات امروز نصیبم شد. فرودگاه نیکوزیا قبرس همان ساعت. پرواز خسته کننده ای بود. آره خیلی. خواهش میکنم. تازه چه خبر؟ جناب سرهنگ، طبق گفته برج ما حدوداً تا 10 دقیقه دیگه اجازه پرواز میگیریم. جناب سرهنگ خیلی تو فکرین. قهوتون سرد نشه. آقایون خواهش میکنم توجه کنید. ما طبق برنامه قبلی از برج مراقبت اجازه پرواز در مسیر بین المللی نیکوزیا آنکارا تهران رو میگیریم و رأس ساعت پرواز میکنیم. ولی برابر فلایت پلن ادامه نمیدیم و بین راه برای مدتی گم میشه. جناب سرهنگ، ما تهران نمیریم؟ نه، ما در این نقطه از مسیر راهو گم خواهیم کرد.
پس برای زدن H3 ما 4 مرحله سوختگیری داریم. خب به حمدالله همتون از تجربیات پروازی و جنگی بسیار بالایی برخورداریم و برای انجام این مأموریت انتخاب شدیم. به استثناء لیدر دسته ها برای انتخاب بقیه قرعه کشی شده که جای هیچ گله‌ای نباشه. لطفاً آقایون خوب توجه کنه. در صورتی که اتفاقی برای من افتاد، صادق کار یعنی الوند 1 لیدر شما خواهد بود. و اگه برای او پیش آمدی رخ داد، من روی تک تک شما برای پیدا کردن و کوبیدن H3 حساب میکنم. انشالله که اتفاقی نمیفته و ما با چشم بسته هم که شده این الولید لعنتی رو پیدا میکنیم و میکوبیم. انشالله. تایم هک میکنیم. الان ساعت 4:20 است. کوچکترین اشتباه از نظر زمانی غیر قابل اغمازه. Air Force 755 request start time. Destination Tehran via Ankara. Air Force 755, you are clear to follow your flight plan. Clear for start. Nicosia Tower. Air Force 755 request taxi and take off. Air Force 755, taxi runway 11. Temperature 15 degrees Celsius. Altimeter 2989. Wind is 15.012. Roger. Runway 11. Altimeter 2989. Ready for takeoff in 5 minutes. 755. Clear for takeoff. Manual depress valve closed. Electric panel checked. Batteries. آماده باشید برای پرواز. اگر کسی به دلایلی هر دلیل شخصی خصوصی مایل نیست تو عملیات شرکت داشته باشه، میتونه همینجا جاشو با خلبان رزرو هوا یا زمین عوض کنه. نه جناب سرگرد، هیچ کس حاضر نیست جاشو عوض کنه. جناب سرگرد، من اعتراض دارم. من میخوام جامو عوض کنم. میدونستم با تو یکی دوچار مشکل میشم. آخه چرا من باید رزرو باشم؟ اون وقت این توفه ها برن مأموریت. بچه تو رو خدا یکی جاشو با من عوض کنی. ای بی معرفت ها رفقای نیمه را عجب بابا. حالا وقتشه. نیکوزیا تاور، نیکوزیا تاور، ایر فورس 755 اوور. I'm receiving you loud and clear, 755. Go ahead. Maintaining level 330. Position gotten. Estimating anchor of fear. 1200. Over. Roger. Contact Ankara Center. Over. Thanks for your cooperation. Leaving your frequency. Over. Have a safe flight, 755. Over and out. Frequency behind. خب دیگه حالا کسی نمیدونه ما کجا هستیم و دقیقاً کجا میریم. خوبه جناب سرهنگ، نمیخواین بگین واسمون چه خوابی دیدیم؟ بچه ها نگاه کنید، مسیرتون رو تصحیح کنید. ما میونبر میزنیم تا این نقطه. اینجا یه قرار ملاقات مهم داریم. این که تو خاک عراقه؟ بله، باید از مرز بگذاریم و وارد آسمان عراق بشیم. جناب سرهنگ، مثل این که فراموش کردین ما که با این کشور در حال جنگیم. پایگاه یکم شکاری، تهران، صبح روز عملیات. سلام، خیلی خوش آمدید. سلام قربان. سلام علیکم. همه چیز آماده است؟ بله قربان، آماده است. منتظر شما بودیم. بله بفرمایید. بفرمایید.
باند 11. برج 747 آماده هستیم برای تیک آف. 747 پرواز آزاد. از برج به مرکز 747 دومی هم پرواز کرد. فانتوم در نقطه A یعنی در بالای دریاچه ارومیه با دو فروند تانکر سوخت به نامهای رمز دلیجان 1 و 2 ملاقات کرده و سوختگیری میکنند. دریاچه ارومیه ساعت 7:45 دقیقه نقطه A. موقعیت تانکرها را در 40 مایلی روی دریاچه دارم. دلیجان، شاهین، به گوشم. در 40 مایلی شما هستیم، آماده سوختگیری. آخرین فانتوم سوختگیری تمام.
بعد چهار اتمام سوختگیری رو اعلام کنید. شاهی، بعد چهار سوختگیری تمام. پیکان، پیکان، دری جان. پیکان، پیکان، دری جان. پیکان، دری جان، بگوشم. پیکان، وضعیت خودتون رو اعلام کنید. تا 20 دقیقه دیگه در محل ملاقات هستیم. شاهین، دری جان. دری جان، بگوشم. شاهین، بار شما حاضره. تکرار میکنم. بار شما حاضره. شنیدم، متشکرم. دسته پروازی شاهین و الوند پیش به سوی هدف. آدمیا حفظش کن. اتاق عملیات رادار موسل همان زمان. سلام قربان، خوش آمدین. متشکرم. تازه چه خبر؟ خبری نیست قربان، اوضاع آرومه. دوباره بفرمایید. گردش به چپ برای سمت 90 درجه 09. خوبه. پس بگردیم سمت 90 درجه. راجعه. رمز عملیات ایزایی رو مخابره کنید. بسیار خوب. دری جان مرکز، دری جان مرکز. پایگاه هوایی تبریز، ساعت 7:35. آغاز عملیات ایزایی. از ساعت 7:45 دقیقه به نقطه 30 یعنی مرز عراق میرسیم. عجله کنید، هر چه زودتر باید به دفتر فرمانده برسید. اطاعت. در ساعت 7:58 دقیقه از شهر مرزی زاخو میگذاریم. این یکی از نقاط روشن ماست برای پیدا کردن نقطه بعدی. شهرک مرزی زاخو، ساعت 7:58 دقیقه. چی بودن؟ نمیدونم، نفهمیدم. طوفان به شماره 2 به هدف نزدیک میشیم. مرکز، مرکز، اینجا ایستگاه الخلیل، اعلام خطر، اعلام خطر. قربان، از ایستگاه رادار مرزی الخلیل گزارش دادن 2 جنگنده ایرانی به مرز نزدیک شدن. سمت حرکت کرکوک. فوراً به شیفت آلرت پایگاه اطلاع بدین، همینطور پدافند کرکوک، مخصوصاً پدافند پانایشگاه. اطاعت قربان. گزارشی هم از رویت 8 فروند هواپیمای ناشناس در نوار مرزی ترکیه دریافت کردید. حالا وقتش نیست، این حرفا رو ول کنید، فرصت از دست میره. فوراً به پدافند پایگاه کرکوک اطلاع بدید. اطاعت خود.
با ترک ها هیچ مسئله ای نداریم. حتما هواپیماهای شناساییشون اشتباهی اومدن این طرف مرز. اونا رو تحت نظر داشته باشین. چشم. ولی احتمالاً راه گم کردن و تا حالا برگشتن. پایگاه موصل عراق، ساعت 8. هواپیماهای دشمن مسیرشون رو عوض کردن، چرخیدن به سمت پالایشگاه. پالایشگاه کرکوک، ساعت 8:05. همین مسیره، همین مسیره، داریم بهشون نزدیک میشین. هدف روی صفحه دیده میشه، در فاصله 35 مایلی، 30 درجه به چپ. درگیرشون کنید. هدف رو رهگیری و منهدم کنید. هدف رو رهگیری و منهدم کنید. دارین بهشون نزدیک میشه. در تیر رسن. حالا منطقه مرزی شدیم قربان، وارد آسمان ایران شدن، دارن فرار میکنن، فرارشون دادیم قربان. احسنت، بهشون بگو تعقیبشون نکنن و برگردن. اینو تو گزارشتون بنویسین، حتما قید کنین که خلبانان ما با چه شجاعت فوق‌العاده‌ای دشمنو فرار دادن.
از طوفان به مرکز. از طوفان به مرکز. بگوشم طوفان. مأموریت تمام. برمیگردیم. کارشون واقعا فوق‌العاده بود. بفرمایید قربان. متشکرم. راستی دیگه از اون هشت فروند هواپیمایی که در مرز دیده شدن خبری نشد؟ خیر قربان. بسیار خوب. در این منطقه از خاک دشمن به دو فروند تانکر سوخرسان میرسیم به نام رمز پیکان 1 و 2. این نقطه ایست که باید رأس ساعت 0814 در اونجا حاضر باشیم. پیکان، پیکان، شاهین. شاهین، پیکان، شنیدم. خوش آمدید. بار شما حاضر است. پیکان، شاهین، شنیدم. به شما نزدیک میشیم. چی شد هوشیار؟ عملیات ایزایی موفق بوده. اونا الان باید در حال سوختگیری باشن. پیکان، شاهین، سوختگیری انجام شد. موفق باشید بچه ها. هدف سمت 180 درجه 90 مایلی. منتظر دیدار همه شما هستم. وقتی به نزدیک پایگاه ها رسیدیم از شاهین و الوند یک فانتوم جدا شده و گروه سوم را تشکیل می دهد و هر گروه به یک پایگاه حمله خواهد کرد. پایگاه اول، ساعت 8:45 دقیقه.
پایگاه دوم، ساعت 8:50. صداتون خیلی ضعیفه، تکرار کنین. نمیشنوم. چی؟ چی گفتین؟ تکرار کنین. مفهوم نیست. همه چیز از بین رفته. بمباران هوایی؟ یک بار دیگه تکرار کنین. پیام مفهوم نیست. بمباران هوایی. پایگاه سوم، ساعت 9. بگی این آژیر خطر را به صدا در بیارن. به پایگاه دیگه حمله هوایی شده. همه برن سر پستاشون. زود باشید. الان میرسم. آماده باشید. چه کار میکنید؟ زود باشید. شاهین، پیکان به گوشم. هر سه نقطه کور شدم. یکی از فشنگ‌ها ساییدگی پیدا کرده. چی گفتی؟ قربان، از ایستگاه مرزی اطلاع میدن دو فروند هواپیمای دشمن در منطقه اماره به مرز نزدیک میشن. پایگاه هوایی شعیبیه تماس بگیرید، آماده باشند تا در صورت گذشتن دشمن از مرز با اون درگیر بشن. اطاعت قربان. قربان، فوراً پیام از یکی از پایگاه های منطقه الولید به یک پادگان در غرب کشور پیام بی سیمی مخابره شده به این مضمون که چند فانتوم ایرانی به پایگاه های الولید حمله کردند و باعث نابودی تقریبی 80% تجهیزات و هواپیماهای ذخیره گشتند. منطقه الولی؟ بله قربان. این خبر از کدام پایگاه دریافت کردی؟ از پادگان ابو عمر نزدیک مرز اردن. حتما اشتباه شده. مجدداً تماس بگیرید و گزارش رو چک کنید. در صورت لزوم با خط مخصوص با پایگاه الولی تماس بگیرید.
نتات قربان. جناب سرهنگ، سیستم سوخت‌رسانیش خرابه. این فانتوم آخری نمیتونه بنزین بگیره. باید یه راه حلی پیدا کرد. شاهین، الوند چهار، سوختگیری انجام نشد، چیکار کنم؟ الوند چهار، شاهین، خون سردی تو حفظ کن. بگوشم. به چسب من، میریم به طرف مرز. الوند شاهین، شما برگرد. شنیدم شاهین. تا کجا میتونیم ببریمش؟ شاید تا ایران برسه. اگه نرسید چی؟ تابان شاهین تابان بفرمایید. صداتون به سختی شنیده میشه. تابان، اگر صدا مفهومه به زهره مخابره کنید که کهکشان ها در شب میدرخشند. قربان، همه آقایون در جریان این گزارش هستن و به اتفاق آقایون خواهش میکنم توجه کنید. همین الان پیام رمزی دریافت شد از یکی از ایستگاه‌های مرزی. یک گروه از جنگنده‌های ما امروز حمله موفق و بی سابقه‌ای رو علیه ببخشید قربان. پیام رادیویی. بله بله. حالا میتونید دستور قرائت اطلاعیه رو صادر کنید. اطاعت. نگاه کن. نگران نباش. برو. شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، بر اساس اطلاعیه رسیده، عقابان تیز پرواز و خلبانان افتخار آفرین نیروی هوایی صبح امروز در یک شورش رعداسا و قهرمانانه بزرگترین ضربه را بچه ما رو میگه خیکر پلید دشمن وسیع وارد کردن. رد کردیم دیگه، تا پایگاه چیزی نمونده. فکر نمی کنم به پایگاه برسم، دیگه سوخت ندارم، تموم شد. هر لحظه ممکنه سقوط کنم. میرم برای اجکت. نه صبر کن. نه اجکت نکن، اون پایین یه جاده است. من میرم جاده رو خلوت کنم، دنبالم بیا. سعی کن روی جاده فرود بیا. جاده خیلی شلوغه، من نمیتونم. دنبالم بیا. We'll be right back.
پس اون دو تا فانتوم دیگه حالشون خوبه، یکیشون فرود اومد، اون یکی هم تا 5 دقیقه دیگه میرسه. خدا روشون بشه. برج شاهین. شاهین برج، بی صبرانه منتظر فرود شما هستیم. باند بازه. شنیدم. مرادی. جان مرادی. تو هم احساس منو داری؟ نمیخوایی فرود بیایی ها؟ نه، دلم میخواست این لحظات تا ابد ادامه داشت. حمله موفق به الولید به عنوان بی‌نظیرترین عملیات در تاریخ جنگ‌های هوایی دنیا به شمار رفته و تحلیلگران نظامی از نحوه اجرا و موفقیت آن اظهار شگفتی می‌کنند. در این عملیات 48 فروند از هواپیماهای استراتژیک عراق منهدم شد و راه شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر هموار گردید. Thank you.